سلام بر شما خوش اومدید به این بخش خبری با من فریبا شیرزی همراه باشید با خبرهای امروز اموره کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی ایران بازداشت شد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تا هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد خبر بازداشت آقای کلانتری را تایید و اشاره کرد که این دستگیری بدون هماهنگی با مدیران و رئیس دانشگاه صورت گرفته در حالی که حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه باید با اجازه مدیران ارشد و با هماهنگی رئیس دانشگاه باشد وبسایت جهان نیوز نزدیک به محافل اصولگرا از سردبیر خبرگزاری دانشگاه آزاد با عنوان فعال فتنه 88 یاد کرده و این خبر را تایید کرده است آقای کلانتری سردبیر سابق سایت انتخاب و از مدیران سایت های آینده و باستاب از حامیان آقای هاشمی رفسنجانی بود که پس از انتصاب حمید میرزاده به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد به عنوان سردبیر خبرگزاری این دانشگاه انتخاب شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به بروکسل سفر کرده است پس از دیدار با کاتر نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز خوشبینی کرد که ابهامات بر سر پرونده هسته‌ای تهران تا ضرب سوم آذر حل و فصل شود این مذاکرات در ادامه گفتگوها میان طرفین برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای انجام می شود. قرار است ایران و نمایندگان گروه پنج به علاوه یک در ماه جاری میلادی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم مذاکره کنند. آقای ظریف خبرگزاری های ایران گفته است با رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزیر خارجه ایران از بروکسل به روم می رود تا با فدریکا ماگرنی وزیر خارجه ایتالیا که جانشین کاترین اشتان شده است نیز دیدار کند. یک روز پیش از آغاز اجلاس 16 چهارمین دوره مجلس خبرگان آیت الله دستقیب از مراجع تقلید منتقد حاکمیت و نماینده مردم استان فارس در خبرگان اعلام کرد به عنوان اعتراض در این اجلاس حضور نخواهد یافت و این تحریم را به این دلیل دانست که مسئولان نظام با وجود تذکرهای مکرر حاضر نیستند به تخلفات صورت گرفته از سال 84 تا 92 رسیدگی کنند آیت الله دستغیب، علا رقم عضویت در مجلس خبرگان به اجلاس دوره قبل این مجلس نیز به دلیل انتقاد از خامنه ای دعوت نشد. فردا چهارشنبه اجلاس خبرگان پشت درهای بسته آغاز می شود و اعضای آن نزد خامنه ای می روند تا رهنمود بگیرند. مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده دارد اما در جمهوری اسلامی به نهادی تشریفاتی مودل شده است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از افزایش نیرنگ و تقلب در ایران برای ثروت گفته و تصریح کرده است متاسفانه سر تا پای بازار کسب و کارمان تقلب و نیرنگ شده است و فقط دنبال این هستیم که ثروتمان بالا برود آقای منتظری افسوده در شرایطی که برای گرفتن پول نفت خود و وارد کردن آن به کشور دچار مشکل هستیم ادعای اتومبیل چند میلیارد تومانی وارد می کنند حال که ما ادعای تبعیت از قرآن و اهل بیت را داریم اظهارات این مقام قضایی در حالی است که مسئولان حکومتی هموار جمهوری اسلامی را یکی از کارآمدترین و پاکترین نظام ها می دانند. پس از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران غلام حسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضایی این تشکل را تهدید به برخورد قانونی کرد به گفته اژهای چنانچه قانون نویسندگان در زمانی که برای آن محدودیت ایجاد شده فعالیتهایش را از سر بگیرد دادستان با آن برخورد قضایی خواهد کرد آقای اژهای همچنین از محکومیت محمد رضا رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داد در 68 نشست خبری قوه قضاییه غلام حسین محسنی اجهی در واکنش به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان اظهار داشت هر نهادی که به حکم قانون تأسیس و یا برای آن محدودیتی ایجاد شود چنان در زمانی که محدودیت ادامه دارد خلاف آن عمل کند دادستان نسبت به آن معترض می شود و جلوی آن را خواهد گرفت برخی از محرومیت ها ابدی است و چنانچه افراد نسبت به این محرومیت ها بی توجهی کنند حتما جلوی آن گرفته خواهد شد او گفت در رابطه با کانون نویسندگان اطلاع کافی ندارم که محرومیت آنها زماندار بوده است یا خیر پس از دوازده سال در روز جمعه هفته شهری بر ماه مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در مکانی خصوصی در حیات یک مجتمع مسکونی در تهران برگزار شد اده زیادی از اعضای کانون نویسندگان ایران از سراسر ایران در این گرده همایی حضور داشتند و کانون انتخابات هیئت دبیران را برگزار کرد در این انتخابات رضا خندان مهابادی، حسن اسقری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آبتین به عنوان اعضای اصلی و حافظ موسوی، علی عبداللهی، علی رضا جباری، فانوس بهادربند و حمید یزدان پناه به امان اعضای علال بدل دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب شدند غلام حسین محسینی سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری خود خبر داده است که قاضی میبایست حد محدودیت فعالیت کانون نویسندگان را بررسی کند به گفته جهی اگر کانون به کلی منحل شده باشد تحت وان کانون نویسندگان ایران اجازه فعالیت ندارد گفتنی است پس از آنکه تلاشها برای ثبت کانون نویسندگان ایران به جای نرسید فعالیت‌های کانون در سال‌های دهه 1370 اوج گرفت و ماجراهایی مانند مرگ سعیدی سیرجانی در زندان قتل احمد میرلایی احمد تفضلی و مجید شریف و ماجرای فرج سرکوهی و اتوبوس ارمنستان و قتل‌های زنجیره‌ای پیش آمد سخنگوی قوه قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز اظهار داشت اگر مایوس شویم که این فرد اموال دیگری ندارد پرونده به سمت صدور کیفرخواست خاص و دادگاه پیش خواهد رفت اشعی در این حال افزود که بر اساس آخرین اطلاعات او در میزان نقدینگی های این فرد در خارج از کشور تغییر رخ نداده و به نظر می این فرد اموال و نقدینگی دیگری ندارد آقای جی همچنین درباره پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی گفت با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت مهرگان خستوی برادر متهم ردیف اول اموال او شناسایی شده و به زودی به مزایده گذاشته می شود سخنگوی قوه قضایی همچنین از بازداشت سه قاضی هفت ددلال و بسیار وکیل خبر داد و گفت این افراد با واسطه یا بیواسطه واسطه در دستگاه قضایی مرتکب جرم شده بودند سخنگوی قوه قضایی ایران در ادامه هم گفت که ناظر متجاوز یک دبستان پسرانه در غرب تهران به دو سال تبعید شلاق و محرومیت از برخی مشاغل و فعالیت های اجتماعی محکوم شده است اجعه افزود از آنجایی که او در دادگاه بدوی صادر شده و قطعی نیست نمی تواند توضیح بیشتری بدهد تشکیل پرونده برای این فرد پس از آن انجام شد که ایده از والدین از ناظم مدرسه به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان شکایت کردند و در اردی بهش ما گزارش در این زمینه در برخی نشریات ایران انتشار یافت بنابر همین گزارش ها پزشکی قانونی تایید کرده که به شش دانش آموز در این دبستان تجاوز شده است آقای ایجایی در ادامه اصلاحات خود هم با بیان اینکه که حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران ساده شده است اصلاح داشت تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی توانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل و حکم وی می شود سخنگوی قوه قضایی ایران با اشاره به صدور حکم برای محمد رضا رحیمی که از وی با حروف اختصاری میم ر نام برد اظهار داشت حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق صادر شده است اما از بیان جزئیات آن معذور هستم اجهی افزود تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی توانیم در مورد جزیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می شود آقای غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در همین زمینه هفته پیش اعلان کرده بود که پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است ایشان تاکید کرده است که به زوری رأی پرونده وی صادر می شود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی معاون اول ریاست جمهوری پیشین ایران روز سوم خورداد امسال برگزار شد اختلاس از شرکت بیمه ایران بخشی از پرونده آقای رحیمی را شامل می شود رحیمی که از احمدی نژاد مدال لیاقت دریافت کرده بود زمانی به این سمت انتخاب شد که به نوشته روزنامه سرمایه برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی به فلک کشیده است و تمامی اسناد آن هم موجود است فلاویا پانزیری معاون کمیسر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر ابعاد جنایات داعش در عراق را غیر قابل تصور خواند و اتهاماتی را نیز متوجه نیروهای نظامی عراق در کشتن غیر نظامیان کرد به گزارش خبرگزاری رویترز به اعلام کرد شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای داعش جرائم مختلفی از جمله کشتار هدفمند، تغییر دین اجباری، سوء استفاده جنسی و شکنجه در عراق مرتکب شدند. خانم پانزیری همچنین گفته است نیروهای دولتی عراق و پلیس این کشور نیز اقداماتی انجام دادد که می تواند در ردیف جنایات جنگی قرار بگیرد از جمله اعدام زندانیان یک زندان و کشتن 73 تن در مسجدی در شمال بغداد گروه سنی داعش کنترل بخش بزرگی از عراق و سوریه را به دست گرفته و تهدیدی بزرگ برای حکومت مرکزی عراق محسوب می شود. یک مسئول محلی در استان نینوا گفت داعش صد دختر و زن از طایفه ایزدی را میان فرماندهان خود در پنج استان تقسیم کرده است. به گزارش پایگاه خبری سومری نیوز قیمت هر کدام از این زنان و دختران 500 تا 750 دلار تعیین شده است. تروریست های داعش این زنان و دختران را به عنوان اسیر و کنیز میان خود خرید و فروش می کنند. گروه موسوم به ناظر حقوق بشر در سوریه نیز سیوم اوت اعلام کرد تروریست های داعش در هفته های گذشته 300 زن و دختر ایزدی را که از موسل رو بوده میان نیروهای خود در سوریه توزیع کرده است. ولادیمیر پوتین با تهدید به رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است می تواند پایتخت اوکراین را در عرض دو هفته تصرف کند سخنان آقای پوتین در واکنش به اظهارات صدر آلمان است که گفته بود روسیه با توسل به خشونت می خواهد مرزها را تغییر دهد در حالی که اوضاع اوکراین بحرانی تر شده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دست به تهدیدی جنجال آفرین زده است روزنامه ایتالیایی لا رپابلیکا گزارشی درباره اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز شنبه سیوم اوت منتشر کرده که در آن گفته شده مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا درباره تهدیدی که پوتین کرده سخن گفته است به گزارش دویچه وله به نقل از این روزنامه باروسو در برابر رؤسای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا گفته است که میخواسته در تماسی تلفنی از پوتین درباره عملیات سربازان روسی در اوکراین سوال کند که جمهور روسیه پاسخ میدهد مهم این است که اگر من میخواستم میتوانستم کیف را در عرض دو هفته تصرف کنم بنوشته لا پوتین میخواسته با این سخن روشن سازد که نباید او را با تصویب تحریم های جدید علیه روسیه تحریک کنند گفتنی است در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از بارسو نسبت به اتخاذ سیاست دلجویانه در برابر پوتین هشدار داده است کامرون گفته است که اروپا نباید اشتباه اتخاذ سیاست دلجویانه در سال 1938 در برابر حکومت نازیها در آلمان را تکرار کند سیاستی که میخواهد از تنش و کشمکش پرهیز کند و از این رو به دامان احتیاط و خیشتنداری در می خلتن. گزارشگر لا رپوبلیکا که اعضای هیئت‌های نمایندگی چند کشور عضو اتحادیه اروپا محتوای سخنان ایراد شده را به همین صورت تایید کردند. این روزنامه ایتالیایی همچنین گزارش می داد که پیش از آن آنگلا مرکل صدر آلمان با خشم در این اجلاس سخن گفته است. به نوشته این روزنامه مرکل گفته است که پوتین در جهت تشدید برخوردهای نظامی حرکت می کند و هشدار داده که ممکن است برنامه های روسیه پس از اوکراین شامل حال کشورهای لتوانی و استونی هم بشود. گفته نیست صدر آلمان بارها هشدار داده است که نمی توان در رابطه با کشمکش اوکراین به پوتین اعتماد کرد. مرکل روز گذشته نیز در مجلس نمایندگان آلمان از روسیه انتقاد کرد که میخواهد در کشاکش بحران اوکراین مرزها را تغییر دهد در همین حال اشپگل آنلاین در گزارش دیگری از رویایی که جدایی طلبان شرق اوکراین درباره روسیه جدید در سر میپرورانند نوشته است رویایی بزرگ و بلند پروازانه که تقریبا نیمی از خاک اوکراین را در بر میگیرد نخستین بار ولادیمیر پوتین در ماه آوریل سال 2014 عبارت بحث برانگیز روسیه جدید را به کار برد و خشم و نگرانی دولت اوکراین را برانگیخت. در آن هنگام موضوع بر سر الحاق شبه جزیره کریمه بود. پوتین این واژه را بار دیگر در روز یکشنبه 31 اوت به کار گرفت. آن هم زمانی که می‌خواست درباره شرق اوکراین صحبت کند. پوتین از برنامه های مد نظر روسیه درباره شرق اوکراین سخن گفته که به نظر می رسد به منطقه وسیع را شامل می شود. منطقه فراتر دو جمهوری خودخوانده دونسک و لوهانسک. به ظاهر این دو جمهوری خودخوانده هستند که روسیه جدید را تشکیل می دهند. اما جدایی خواهان شرق اوکراین خواستان آن هستند که در آینده بخش های دیگری را نیز به این دو بخش اضافه کنند از جمله مناطق کوچکی در جنوب شرقی اوکراین که امروز تحت کنترل دارند جدای شرق اوکراین و نیز ناسیونالیست های روس رویای سرزمینی را در سر می که از شرق اوکراین به سمت جنوب غربی تا حد تل امکان ترانس منطقه در شرق مولداوی و در همسایگی اوکراین را دربر بگیرد. صدر آلمان از جمله رهبران غربی است که این رویای جدایی طلبان را جدی میگیرد. آنگلا مرکل روز گذشته در مجلس آلمان گفت که روسیه با اقدامات خود به پایه های نظم پس از جنگ جهانی در اروپا صدمه میزند. گفتنی است واژه روسیه جدید به لحاظ تاریخی به منطقه ای اشاره می کند که ارتش روسیه در قرن 18 میلادی در دوره حکومت تزار در روسیه پس از غلبه بر امپراتوری عثمانی تسخیر کرده بود. در همین راستا سرگی لاوروف نیز اعلام کرد که روسیه قصد ندارد دست به هیچ گونه دخالت نظامی در اوکراین بزند و خواهان آن است که این تراژدی و سختترین بحران تنها به روش های مسالمت حل و فض شود به گزارش خبرگزاری روسی ایتارتاس آقای لاوروف اعلام کرده است که روسیه تنها اهداف صلحآمیز دارد و تمامی سیاست گزاری های این کشور در رابطه با اوکراین نیز پیرو به همین خط مشی است وزیر امور خارجه روسیه دولت اوکراین را متهم به تنگ نظری و قرض کرده و میگوید که تمامی عملکرد کیف از طریق کشورهای غربی دیکته شده است. آقای لاوروف خطاب به مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گفته است که این کشورها باید پای میز مذاکره با روسیه بنشینند و دست از تهدید این کشور از طریق وضع های تازه بردارند. وزیر امور خارجه روسیه خواست غرب مبنی بر اینکه جدایی طلبان شرق اوکراین سلاحهای خود را زمین بگذارند خواستی غیر واقعی خوانده و گفته است که آنها از ترس جانشان این کار را نخواهند کرد این صحبت ها تنها ساعتی پیش از دیدار سهجانبه مقامات روس اوکراین و, و سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک در بلاروس انجام شده است پیش از این در پنجم شهریور ماه نخستین نشست مقامات اوکراینی و روسی همراه با تنی چند از مقامات ارشد تادی اروپا در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد که نتیجه ای در پی نداشت دولت اوکراین در روزهای اخیر اعلام کرده بود که جدایی طلبان شرق اوکراین با حمایت روسیه توانستند مناطق بیشتری را تصرف کنند و همچنین یک شهر مرزی را نیز به اشغال خود در بیاورند. در پی تشدید این بحران ها پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد که وضعیت و شرایط در اوکراین به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک شده و احتمال بروز جنگی همه جانبه می رود. دوتن از سناتورهای ارشد آمریکایی نیز از دولت باراک اوباما خواستند که هرچه سریعتر تسلیحات به اوکراین ارسال کند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در پاسخ به اصرار مخالفان برای استعفای او تاکید کرد که استعفا نخواهد داد به تصریح کرده است اجازه نخواهم داد حاکمیتی که به پشتوانی اعتماد و رأی مردم به این دولت به امانت سپرده شده با اعمال زور و ارعاب از سوی برخی افراد و گروه ها چپاول شود آمریکا طرفهای زینف در تحولات سیاسی پاکستان را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت فراخوانده است جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مردم پاکستان حق تظاهرات و اجتماعات مسالمت آمیز دارند و احساب مخالف نمی با خشونت تغییرات فراقانونی و مغایر با قانون اساسی بر نظام سیاسی این کشور تحمیل کنند. طرفداران تاهر قادری از رهبران اصلی مخالف دولت پاکستان روز گذشته دفتر تلویزیون دولتی این کشور در اسلام آباد را اشغال کردند که نیروهای ارتش پس از چندی آنها را خارج کردند. در درگیری میان نیروهای ژنرال خلیفه هفتر و شبه نظامیان مسلح در شهر بنغازی دست کم 13 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز از ترابلوس در این درگیری ها 45 تن نیز زخمی شدند. شبه نظامیان لیبی از جمله اعضای گروه انصار و شریعه روز دوشنبه تلاش تازه ای را برای تصرف فرودگاه غیر نظامی و نظامی این شهر آغاز کردند که در اختیار نیروهای جنرال هفتر و یگانهای ویژه ارتش این کشور است. مجلس لیبی این گروه های شبه نظامی را غیرقانونی و تروریستی می داند و خواستار انحلال آنها شده است. انتشار خبر بازداشت یاکوب سای گیلی رئیس پیشین واحد جرائم مالی در اداره پلیس استانبول و بازجویی از اون نشان داد که ارتباط مقام های امنیتی، پلیس و دولت ترکیه با پرونده فساد مالی گسترده تر از آن چیزی بوده که تصور آن می رفت. جزیات بیشتر در گزارش مایستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه. روز دوشنبه در یک عملیات همزمان در 16 شهر ترکیه تعدادی از اعضای پلیس این کشور که گفته شده در ارتباط با جماعت گلم فعالیت و همکاری می‌کردند بازداشت شدند تنها در شهر استانبول 33 افسر پلیس در این عملیات بازداشت شدند دوازده نفر از اونها از مسئولان بلندپایه پلیس بودن این چندمین بار در طی یک سال گذشته است که افسران پلیسی که متهم به همکاری با جماعت گولن هستن بازداشت میشن یا محل کار اونها تغییر پیدا میکنه ماه گذشته هم در همین راستا حدود سی افسر پلیس بازداشت شده بودند که تعداد زیادی از اونها مربوط به شهر ازمیر بودند. آذر ماه سال گذشته بیاد داریم که دادستانی ترکیه دستور بازداشت تعدادی از افراد و شخصیت‌های سرشناس رو در ترکیه صادر کرد. که در بین اونها نام پسران چند وزیر کابینه آقای اروان هم دیده میشد رضا سراف تاجر سرشناس ایرانی تبار هم یکی از این بازداشت شدگان بود اتهام این افراد سوء استفاده مالی و دادن رشوه به مقامات دولتی عنوان شده بود از جمله یکی از اتهامات مطرح شده بر علیه آقای رضا سراف قاچاق مقادیر زیادی طلا به ایران در زمان تحریم جمهوری اسلامی بوده موضوع این بازداشت برای ماها فضای سیاسی در ترکیه رو متشنج میکنه به شکلی که حتی مخالفان آقای ارغان خواستار استفای او میشن حتی این مسئله موجب شد تا آقای ارغان چند وزیر کابینه خودش رو تغییر بده هرچند دولت اون زمان گفته بود که بحث ترمیم کابینه رو پیش از این موضوع در دستور کار داشته اما با این همه این تنش ها حتی در حوزه اقتصادی موجب شد تا حدود زیادی ارزش لیر ترکیه در بازارهای جهانی کاهش پیدا بکنه تنشی که بسیاری ریشه اون رو در اختلاف آقای با جماعت گلن میبینن جماعتی که به گفته خود آقای ارغان در صدد هستن یک دولت موازی رو در ترکیه به وجود بیارن با این همه خود آقای اردوغان در واکنش به این موضوع قول داد اجازه ایجاد یک دولت موازی در ترکیه رو نخواهد داد و تا تصویه ارکان دولتی از عناصر جماعت گلن از هیچ اقدام قانونی کوتاهی نخواهد کرد آقای اردوغان در یکی از اظهار نظرهاش در پاسخ به منتقدان خودشون زمان گفته بود که اگر ملت از من بخواد که کنارگیری بکنم احترام جایگاه قانونی دولت این کار رو خواهم کرد ولی وقتی مردم از من میخوان که در جایگاه خودم باقی بمونم به حرف مخالفان گوش نخواهم داد با این همه مخالفان او بسیار امید داشتن باز شدن پرونده فساد مالی در مورد دولت آقای ارغان تا حدود زیادی از محبوبیت او و حزبش در انتخابات محلی بکاهه اما نتایج انتخابات شهرداری ها و این اواخر انتخابات ریاست جمهوری به واقع این فرصت رو برای آقای اردوغان بیش از پیش فراهم کرده تا به صورت جدی با مخالفان خودش به ویژه جماعت گلن برخورد بکنه قطعا باید گفت از سال 2002 که حزب ادالت و توسعه قدرت رو در ترکیه به دست گرفته در نبود یک رقیب جدی در عرصه سیاسی این موضوع یعنی اختلاف و تنش با جماعت گلن بزرگترین چالش آقای ارغان و حزب ادالت و توسعه بوده تا حدی که اوایل امسال آقای ارغان از دولت امریکا خواستار استرداد فتولا گلند شده حالا شاید درست چهار روز پس از مراسم تحلیف آقای ارغان در مقام ریاست جمهوری موج جدید بازداشت افسران پلیس هشدار جدی و تازه آقای ارغان به جماعت گلن باشد مهدی چمران نامزد اصولگرایان برای ریاست بر شورای شهر تهران امروز سهشنبه با پیروزی بر احمد مسجد جامعی برای سومین بار به ریاست این شورا انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای چمران توانست با کسب 18 رأی در برابر 13 رأی احمد مسجد جامعی نامزد اصلاح طلبان به ریاست شورای شهر تهران برسد. خبرگزاری تصنیم خبر داده است که مرتزا طلایی عضو اصولگرای شورای شهر تهران در رقابت با احمد حکیمی پور نامزد طلبان به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران انتخاب شده است مهدی چمران در دورههای دوم و سوم شورای شهر تهران به مدت ده سال ریاست شورای این شهر را عهدهدار بود اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد میگوید متاسفانه جامعه به فساد مبتلا شده و تا مناطق آزاد هم فاسد است آقای تورکان در گفتگو با تلویزیون ایران از افزایش فساد اداری در کشور و در مناطق آزاد خبر داد و راه مبارزه با آن را اطلاع رسانی گسترده و شفاف سازی دانست وی گفته است از مدیران مناطق آزاد خواستم هر گونه فعالیت اهم از مناقصه و مزایده را به اطلاع مردم برسانند و با اطلاع رسانی گسترده نسبت به از بین بردن هر گونه فساد و رانت اقدام کنند. روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس گفتای نمایندگان مجلس ایران خبر داده خودروسازان داخلی در سال 87 به منظور تحقق دستور, علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع وقت 3650 دستگاه خودرو را با ارائه تخفیف هایی خارج از اصول و ضوابط به اشخاصی خاص فروختند نمایندگان عضو کارگروه تحقیق و تفحص از خودروسازان نام این اقدام را فروش دستوری گذاشتند فروش دستوری در 163 مین جلسه هیئت مدیره یکی از شرکت های خودروسازی کشور به تصویب رسید و هدف از آن تحقق دستور وزیر صنایع وقت بوده است. در این گزارش از افرادی که خودروهای تخفیفی به آنها تعلق گرفته نامی برده نشده است. علی از قره فانی وزیر آموزش و پرورش از وجود 14 هزار معلم زن سرپرست خانوار در میان حدود یک میلیون معلم خبر داد که در استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند. پیشتر معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده کل زنان خود, در ایران را حدود 3 میلیون نفر اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علی اصغر فانی اعلام کرد که 14 هزار تن از معلمان زن کشور سرپرست خانوار هستند. وی با اشاره به شمار زیاد این گروه از معلمان بر ضرورت برنامه های ویژه حمایتی برای رفع مشکلات معیشتی آنان تاکید کرد. وزیر آموزش و پرورش، درصد حضور کارکنان زن این وزارتخانه در استانها را از 34 درصد تا بیش از 80 درصد در برخی از استانها اعلام کرد و گفت اهمیت زنان از آنجا ناشی می شود که بخش عمده ای از دانش آموزان را نیز دختران تشکیل می دن که علاوه بر حمایت و هدایت کارکنان زن باید پاسخگوی مخاطبان دانش آموز دختر نیز باشیم و از این رو استفاده از زنان در برنامه ریزی، تصمیم گیری و تصمیم سازی مورد تاکید آموزش و پرورش است. چندی پیش عبدالوحید فیازی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت حدود 70 درصد معلمان ایران را زنان تشکیل می‌دهند که بسیار بیش از نیاز آموزش و پرورش است. او ضمن اشاره به ضرورت استخدام معلم مرد گفت آموزش و پرورش از جمله در شهر تهران با عدم تعادل جنسیتی در زمینه نیروهای استخدامی مواجه است بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش جمعیت دانش آموزان کشور دوازده و نیم میلیون نفر هستند که در حال حاضر حدود 49 درصد آنان دختر و 51 درصد پسر هستند. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شمار معلمان گفت بخش بزرگی از کارمندان آموزش و پرورش را زنان تشکیل میدن و از این رو برنامه ریزی و رشد و پرورش زنان کارمند نیاز برنامه ریزی ویژه است. آموزش و پرورش ایران در 105 هزار مدرسه در کشور حدود یک میلیون معلم و نیروهای مرتبط دارد. از این تعداد به گفته فانی نزدیک 53 درصد را زنان تشکیل می دهند. تنها در شهر تهران بیش از 80 درصد معلمان زن هستند. اصغر فانی در ادامه سخنان خود به توامندی های مدیریتی زنان در حوزه های مدیریتی، سازماندهی و نظارتی آموزش و پرورش پرداخت. او با بیان اینکه باید از توان تجربه و دیدگاه های زنان در امور آموزش و پرورش استفاده کرد تغییر نگرش و باور زنان به توان شخصی خود را شرط حضور بیشتر آنان در حوزه های مدیریتی دانست و گفت تا زمانی که مدیران به این باور نرسند اثر حضور زنان بسیار کمرنگ خواهد بود آقای فانی شناسایی استعدادها را از سوی مسئولان شرط دوم حضور زنان در حوزه های مدیریتی خواند. وزیر آموزش و پرورش افزود آموزش و توانمندسازی زنان و رشد پلکانی را از دیگر ضرورتهای های عرصه مدیریتی آموزش و پرورش دانست. در همین راستا چندی قبل هم شهندخت مولاوردی معاون رئی جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده کل زنان خود در ایران را حدود سه میلیون نفر اعلام کرده بود. خانم ملا وردی گفته بود در گذشته الگوی واحدی داشتیم ولی اکنون به الگوی جدیدی به نام زنان خود سرپرست رسیده ایم که به گفته ای او به دلایل بالا رفتن سنشان خود سرپرست شدند. وی ضمن ابراز نگرانی از یه موضوع گفته بود که ما شاهد زنانه شدن فقر در خانواده ها هستیم گفتنی است برخی فعالان عرصه حقوق کودکان و زنان معتقد هستند تراکم زنان شاغل به عنوان معلم و کارمند مدارس از سخفی شیشهای در آموزش و پرورش شکایت می کند که مانع حضور آنان در های مدیریتی می شود. گروهی از نهادها و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و دیگر سازمانهای جهانی با صدور بیانیه ای خواهان افزایش تلاش های بین المللی برای حفاظت از جان اصحاب رسانه ها به ویژه خبرنگاران جنگی شدند. در این بیانیه آمده است بی پاسخ ماندن جنایات کسانی که اقدام به رو زندانی کردن و کشتن خبرنگاران می کنند موجب دلگرمی بیشتر این افراد و گروه های جنایتکار شده است. نهادها و کارشناسان امضا کننده بیانیه با اظهار تاسف نسبت به سرنوشت خبرنگارانی که در اسارت گروه های تروریستی در سوریه به سر میبرند حمله به خبرنگاران را نقض قوانین مربوط به حقوق بشر از جمله جرائم جنگی دانسته و تاکید کردند ارعاب و آزار شاغلان این حرفه جامعه بشری را از دسترسی به اخبار و اطلاعات ضروری و پی بردن به حقایق جاری در جهان محروم می سازد. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.